رادیو زمانه. خب با سلام مجدد به همگی شما دوستان علاقمندان که تا این موقع موندید و به داستان‌ها و شعرها گوش میدین، جا داره که تشکر کنم از دوستان رادیو زمانه، آقای نوشازر که این برنامه رو ترتیب دادن، در حقیقت بستره فراهم کردم برای گفتگو، برای تبادل داستان. امیدوارم که تداوم داشته باشه و این در حقیقت رود ادبیات ما در جریان بمونه و به هر حال هر رودی اگر پویا باشه راه خودشو پیدا میکنه و اگه مانده باشه میمانه و شاید ماندن گناه ما باشه. یه داستان کوتاه انتخاب کردم که براتون میخونم. اسم داستان هست فکر نکره. وقتی مهین نوک انگشتش را در شیشه کره بادوم زمینی فرو کرد، نقش لبخند محو دخترک در دلش شعله شمع کوچکی بود که لحظه ای جان گرفت. دهان دخترک نیمه باز شد تا نوک انگشت او را لیس بزند، اما مهین انگشتش را به دستمال کاغذی مچاله روی میز مالید و نقش شمع را در دلش فوت کرد. که چی بشه؟ از حالا تا 80 سالگی میخواد این صحنه مدام تکرار بشه. شمعی که رو به آب شدن و ته کشیدنه، اصلا برای چی باید روشن بشه و روشن بمانه؟ که میلیون بار دیگه انگشت توی ظرف مربا و عسل و کره بادوم زمینی فرو کنه و روی زبانش بکشه که کامش لحظه شیرین، روغنی و لیز بشه و تلخی‌ها رو راحت‌تر فرو بده. پسرش نیروان مقابلش ایستاده بود با بلوز آبی و شلوار همیشه مشکیش. کره بادوم زمینی روی نان میمالید و به حد فکر میکرد خدایا اگر نمره امتحان آخری را بیارم دیگه چیزی نمیخوام، فقط اگر آن نمره را بیارم و برم سال دوم. مهین هم که تا حالا که 40 سالش شده بود هر سال چند تایی از این معامله ها با خدا داشت. اگر یه کاری پیدا کنم، اگر این قده بغل گوشم خوب بشه، کارم به دوا دکتر و بیمارستان نرسه، اگر پول قسط این ماه رو بتونم بدم. نیروان همونطور که نانش را گاز میزد، کتاب‌های روی میز را توی کیف سیاهش گذاشت و به صفحه تلفنش که از پیغام‌های مختلف رنگ عوض می‌کرد نگاهی انداخت و به آن فوت که خنده را از روی صورت مادر کند و برد توجهی نکرد. از در که بیرون می رفت لحظه این مکس کرد و به سمت مادر برگشت. تو که هستی خونه نه؟ مهین تکانی خورد و سرش را که دیشب فکر کرده بود کاش می شد از شرش خلاص بشود را سنگین بالا آورد و به دنبال جوابی که فکر می کرد باید بدهد گشت. چه می خواست بگوید؟ نمی دانست و مبهوت به انبوه کارتایی که پیش رویش جان می گرفتن نگاه کرد. عاقبت دست دراز کرد و مثل قماربازی کارتی را از لابلای کارت‌های دیگر بیرون کشید. روی کارت نوشته شده بود می‌خواهی من باشم یا نباشم. کلمات در ته ذهنش چرخیدند و پس دندان‌های روی هم قفل شده‌اش ماندند. وقتی به سختی دهانش را باز کرد که چیزی بگوید در بسته شده بود. نیروان به انتظار نایستاده بود تا او زبان از سقش جدا کند، صدایش را از ته گلویش بالا بیاورد و باز دست دراز کند و کارت دیگری را انتخاب کند. مهین فکر کرد اصلا بهتر که نایستاد که چی بشه. اگه تا یک سال دیگه هم صبر میکرد نمیدونستم چی جواب باید بدم، هستم یا نیستم، کدوم رو باید انتخاب کنم. پیشترها انتخاب را دخترک میکرد. آنجا نشسته بود روی لبه تاب با پیرهنی پرچین و گلدار از همانها که مهین هیچ وقت نپوشیده بود. موهایش هم بلند بود و شانه کرده و دهانش همیشه نیمه باز، انگار آماده بود تا لقمه کره مربا را قورت دهد. هر وقت مهین مجبور بود به سؤالی جواب بدهد و از میان گزینه‌های مختلف که در ذهنش شکل می‌گرفتند نمی‌توانست یکی را انتخاب کند،
دخترک از لبه تاب پایین می پرید و به جای او دست دراز می کرد و یک گزینه را همچون کارتی از میان باقی گزینه ها بیرون می کشید و با همان دهان نیمه باز مثل چلچله ای از روی آن می خواند. مهین دعوایش کرده بود، مقصرش خوانده بود، گفته بود که اوست که هر بار و هر بار کارت غلط انتخاب می کند و از رویش می خواند. بیکاری و پی شعر و شاعری رفتن هم او انتخاب کرده بود. چند بار انتخاب غلط، چند بار راه بنبست، چند بار ناکامی و پشیمانی، چند بار تجربه های بی ثمر. دخترک هم نشسته بود و حیرانی او را گریه کرده بود. قطره‌های گرم اشک روی پاهای مهین چکید. خودش را می دید که لخت روی کاشی های حمام نشسته و انواع قرص های مسکن کف حمام دور و برش ریخته. دست دراز کرد، نه باز برای انتخاب کارتی. دست دراز کرد تا قرص ها را یکی یکی کف دست دیگرش بگذارد و بشمارد. دستش را کاسه کرده بود و به خط بلند عمرش که از کنار انگشت شستش به سمت استخوان مچ پیچ خورده بود نگاه میکرد. زنی کفبین گفته بود که او 70 یا 80 سال عمر میکند و فقط یکی از بچه هایش زنده میماند. زنده مانده بود و بزرگ شده بود و امروز در را بی آنکه منتظر جواب او بماند بست و رفته بود. راستی اگر بر می گشت و او را کف حمام بی لباس و بی جان پیدا می کرد، اول حوله‌ای به رویش می انداخت یا به آمبولانس زنگ می زد. مهین دخترک را هم داشت. او را حتی فالگیر هم ندیده بود. اسمش خورشید بود، با موهای بلند و چشمانی روشن، درست شبیه کودکی مهین. همیشه لب تاب می نشست و منتظر می ماند تا او تابش بدهد و برایش شعر بخواند، تا با دهان نیمه بازش بخندد. حالا تاب خالی با باد تکان می خورد و جیر جیر می کرد. خورشیدش کجا بود؟ اگر خورشید رفته بود، کی از لابلای آن همه کارت این را بیرون کشیده بود و هزار بار با صدای نکره خوانده بود یارو مردش از زندهش بیشتر می ارزه؟ مهین دستی که با آن کارت بزرگ روی صورتش سایه سیاه انداخته بود را پس زد، اما صدای نکره که همچنان یک بند از روی کارت می‌خواند خورشیدش را بیجان کرده بود. مهین به دست سیاه و پرمویی که باز آن کارت بزرگ را مقابل صورتش گرفته بود چنگ زد و در پس تاریکی دندان‌های زرد و جرم گرفته پدرش را دید که می‌خندید. دو دندان جلویش، همانها که لوله وافور را رویش میگذاشت، همیشه سیاه بود. میگفت که با دندانهایش آن زمانها که پهلوان بوده دوچرخه بلند میکرده. مردم برایش کف میزدند و پول روی کتش کف زمین میریختند. یعنی با همان پولها این خانه درندش را خریدی؟ نه، ارث بابام هم بود. خدا بیامرز زود مرد. صدای نکره نفس نفس زنان از کوچه های ذهن مهین گذشت. مردهش بیشتر از زندهش می ارزه. مهین فکر کرد با 1/4 پول فروش آن خانه میشه همه قرض ها را صاف کرد. اصلا میشه تا آخر عمر با اون پول زندگی کرد و نگران کار و بیکاری نبود. وقتی بیکار شده بود به پدرش گفته بود کاش به جای شاعر پهلوان بودم تا مردم برایم کف بزنن و پول بریزن. تا ته دل مدام به آن خانه فکر نکنم، تا از شر این صدا که داد میزنه مردهش بیشتر از زندهش میارزه راحت بشم. پدرش گوشهای سنگینی داشت و فقط کلمه پهلوان را شنیده بود و شروع کرده بود بلند بلند از شیرین کاری های زمان پهلوانیش گفتن. نباید شاعر میشد، این را هم گفته بود، نیروان هم گفته بود. نه، نمیخوام که بابام اونطوری یه بری و مچاله پای منقل خوابش ببره و خواب من را بعد از این همه سال ببینه که بی لباس کف حمام نشستم و چشمام به همان دری بازه که صبحی بسته شده بود و نیروان رفته بود، که عصر نیروان برگرده و به در بکوبه
بکوبه و کسی نباشه در رو براش باز کنه و عاقبت بابام توی خواب کلافه بشه، پا پیش بکشه و بره و در رو باز کنه و بگه بیا نیرمم، ببین خواهش به سر مالشون، ببین مادرت بدبخت لباس منتنش نبود وقتی قرصا رو یکی یکی بالا میدن، حتی من به کف دستش هم اتخاط نکرده و پاش به منقل گیر کنه و منقل پر زغال سرخ وارونه بشه رو فرش و آرام آرام دود کنه و بابام به جای اینکه بیدار بشه و بره روی آتیش قالی پتو بندازه خواب بمونه و توی خواب دور تن بیجان دخترش که بی لباس کف حمام چشم به در افتاده پتو بپیچه. یا که نیروان از بین شیشه دری که میکوبه و میشکنه بیاد تو و به چشمهای بازمانده مادرش نگاه کنه و صدا همان صدای نکره که بعد از من بی صاحب میشه از توی ذهنم بکنه و بیفته توی حمام که حالا مردهش بیشتر میارزه یا زندهش. که نیروان پیش از این که برای سوال جواب پیدا کنه به صفحه موبایلش که رنگ به رنگ میشه نگاه کنه و یاد میز کار مادرش بیفته. آن روز نگاه مهین به گوشه سیاه دفتر شعرش بود که زیر انبوه نامه ها، اخطاریه ها و چک های پرداخت نشده روی میز کارش دفن شده بود. نیروان بی مقدمه پرسیده بود بیمه عمر داری؟ همون وقت بود که آن دست، همان دست سیاه پرمو، دست های لرزان مهین را پس زد و از لابلای آن همه کارت، این کارت بزرگ لعنتی را بیرون کشید و نکروار خواند مردم بیشتر از زندم میارزه. کاش خورشید آن روز آنجا بود. دست های خورشید نمی لرزید، صدایش هم نه. خورشید سوال نمی کرد. او لب تاب می نشست و موهای بلندش را که زیر نور آفتاب برق می زدند را شانه می کرد و زیر لب شعرهایی که مهین برایش گفته بود را زمزمه می کرد. وقتی مهین شعر نو برایش می خواند، تاب اوج می گرفت و خورشید را به دل آسمان آبی می انداخت. از آن بالا قرض‌ها، چک‌های برگشت خورده، امتحان‌ها، مریضی‌ها، خانه‌های درندشت همه کوچک به نظر می رسیدند. فکر کرد چرا از خورشید برای نیروان نگفته بودم و برای پدرش که داشت همه خانه را، حتی آن قالی گل سرخ جهاز مادرش را دود می کرد. همان وقت بود که چشمهایش را که باز مانده بود بست و دید که پدرش با تمان سرخ پای بساط خوابیده. پیش از آن که بخوابد قرصهای ریز تریاک را کف دست او که دستش را کاسته کرده بود و پیش آورده بود روی خط عمر دستش که دراز بود و تا روی استخوان مچش بی هیچ شکستگی پیش خورده بود یکی یکی چیده بود و با صدای بلندش گفته بود چند خود از این تریاکا بنداز بالا شنگولت میکنه، پا میشی میرخصی به جای اینکه هی آب پوره بگیری. و او لب پایینش را گزیده بود تا جیغ نزند و دخترکش که باز روی لبه تاب نشسته بود را نترساند، تا دخترک دوان دوان نیاید و نبیند که او قرصها را در منقل انداخته و منقل پر از زغال سرخ را روی قالی برگردانده. مهین چشمهایش را باز کرد تا نبیند که چطور با چشمان از حدقه بیرون زده نشسته و به سوختن پدرش روی قالی سرخ نگاه میکند. فکر نکره هنوز کف حمام شلنگ تخته میانداخت. مردهش بیشتر از زندهش میارزد. مرسی.